اول قرنتیان فصل 15. ای برادران، اکنون می خواهم مژده ای را که قبلا به شما اعلام کرده بودم و شما قبول نمودید و در آن پایدار هستید به یاد شما بیاورم. اگر در آن محکم باشید، به وسیله آن نجات می یابید، مگر اینکه ایمان شما واقعی نباشد. آنچرا که به من رسیده بود، یعنی مهمترین حقایق انجیل را به شما سپردم و آن این است که مطابق پیشگویی های تورات و نوشته های پیامبران، مسیح برای گناهان ما مرد و دفن شد و نیز مطابق نوشته ها در روز سوم زنده گشت و بعد خود را به پتروس و پس از آن به 12 حواری ظاهر ساخت و یک بار هم به بیش از 500 نفر از برادران ما ظاهر شد که بسیاری آنها تا امروز زنده‌اند ولی بعضی مردند. بعد از آن یعقوب و سپس تمام رسولان او را دیدند و آخر همه خود را به من که در برابر آنها طفل نارس بودم ظاهر ساخت، زیرا من از تمام رسولان او کمتر هستم و حتی شایستگی آن را ندارم که رسول خوانده شوم، چون بر کلیسای خدا جفا می رسانیدم. اما به وسیله فیض خدا آنچه امروز هستم هستم و فیضی که او نصیب من گردانید بی فایده نبود، زیرا من از همه ایشان بیشتر زحمت کشیدم، گرچه واقعا من نبودم بلکه فیض خدا بود که با من کار میکرد. به هر حال، خواه من بیشتر زحمت کشیده باشم خواه ایشان، تفاوتی ندارد، زیرا این است آنچه همه ما اعلام میکنیم و شما نیز به این ایمان آورده اید. پس اگر مژده ای را که ما اعلام میکنیم این باشد که مسیح پس از مرگ زنده شد، چگونه بعضی از شما می توانید ادعا کنید که قیامت مردگان وجود ندارد؟ اگر قیامت مردگان وجود نداشته باشد، پس مسیح هم زنده نشده است. و اگر مسیح زنده نشده باشد، هم بشارت ما بی فایده است و هم ایمان شما. و وقتی گفتیم که خدا مسیح را زنده ساخته است، شهادت دروغی است که به خدا نسبت داده ایم، زیرا اگر مردگان زنده نمی شوند، مسیح هم زنده نشده است. و اگر مسیح زنده نشده است، ایمان شما بی فایده است و شما هنوز در گناهان خود هستید. و از آن گذشته ایمانداران هم که مردند باید هلاک شده باشند. اگر امید ما به مسیح فقط مربوط به این زندگی باشد، از تمام مردم بدبختر هستیم. اما در حقیقت مسیح پس از مرگ زنده شد و اولین کسی است که از میان مردگان برخاسته است، زیرا چنان که مرگ به وسیله یک انسان آمد، همان طور قیامت از مردگان نیز به وسیله یک انسان دیگر فرا رسید. و همان طور که همه آدمیان به خاطر همبستگی با آدم می میرند، تمام کسانی که در پیوستگی با مسیح هستند زنده می شوند. اما هر کس به نوبه خود زنده می شود، اول مسیح و بعد در وقت آمدن او آنانی که متعلق به او هستند. پس از آن پایان کار خواهد رسید و مسیح تمام فرمان روایان و قوتها و قدرتها را برانداخته و پادشاهی را به خدای پدر خواهد سپرد، زیرا تا آن زمانی که خدا همه دشمنان را زیر پای مسیح نگذارد، او باید به سلطنت خود ادامه دهد. آخرین دشمنی که برانداخته می شود مرگ است. کلام خدا می گوید که خدا همه چیز را زیر پای مسیح قرار داده است، ولی البته معلوم است که
عبارت همه چیز شامل خدا که همه چیز را تحت فرمان مسیح میگذارد نمی شود. وقتی که همه چیز تحت فرمان مسیح قرار بگیرد، مسیح نیز که پسر خداست خود را در اختیار خدا که همه چیز را به فرمان او گذاشت قرار خواهد داد تا خدا بر کل کائنات حاکم گردد. در غیر این صورت برای چی عده‌ای به عوض مردگان تعمید می گیرند؟ اگر مردگان اصلا زنده نمی شوند، چرا دیگران به نام ایشان تعمید می گیرند؟ و ما چرا باید در تمام ساعات زندگی با خطر روبرو باشیم؟ ای برادران، چون در خداوند عیسی مسیح به شما افتخار می کنم، سوگند می خورم که هر روز با مرگ روبرو می شوم. اگر من فقط از روی انگیزه های انسانی در افسوس با جانوران می جنگیدم، چی چیزی آید من می شد؟ اگر مردگان زنده نمی شوند، پس بخوریم و بنوشیم، زیرا فردا خواهیم مرد. فریب نخورید. معاشران بد اخلاق خوب را فاسد می سازند. درست فکر کنید و دیگر گناه نکنید، زیرا بعضی از شما خدا را نمی شناسید و این را برای شرمساری شما می گویم. شاید کسی بپرسد مردگان چگونه زنده می شوند و با چه نوع بدنی ظاهر می شوند؟ ای نادانان، وقتی تخمی در زمین می کارید آن زنده نخواهد شد مگر اینکه اول بمیرد، و آن چی می کاری فقط یک دانه است، خواه یک دانه گندم باشد یا هر دانه دیگر، و آن هنوز شکل نهایی خود را نگرفته است. خدا مطابق اراده خود بدنی به آن می دهد و به هر نوع تخم بدن مخصوص می بخشد. گوشت همه موجودات زنده یک قسم نیست. گوشت آدمیان یک قسم است و هر دسته از حیوانات، پرندگان و ماهیان گوشت مخصوص به خود دارند. اجسام آسمانی با اجسام زمینی فرق دارند و زیبایی های آنها نیز با هم تفاوت دارد. زیبایی آفتاب یک قسم است و زیبایی ماه و ستارگان نحو دیگر، و حتی در میان ستارگان زیبایی های گوناگون یافت می شود. زنده شدن مردگان نیز چنین خواهد بود. آن چه به خاک سپرده می شود فانی است، و آن چه بر می خیزد فنا ناپذیر است. آن چه به خاک می رود ذلیل و خوار است، آن چه بر می خیزد جلال است. در ضعف و ناتوانی کاشته می شود و در قدرت سبز می شود. بدن جسمانی به خاک سپرده می شود و بدن روحانی بر می خیزد. همچنان که بدن جسمانی هست، بدن روحانی نیز وجود دارد. در این خصوص نوشته شده است: اولین انسان یعنی آدم نفس زنده گشت، اما آدم آخر روح حیات بخش گردید. آن چی روحانی است اول نمی آید، اول جسمانی و بعد از آن روحانی می آید. آدم اول از خاک زمین ساخته شد و آدم دوم از آسمان آمد. خاکیان با او که از خاک ساخته شد شبیهند و آسمانی ها هم با او که از آسمان آمد شباهت دارند. همان گونه که شکل خاکی به خود گرفتیم، شکل آسمانی نیز به خود خواهیم گرفت. ای برادران، مقصدم این است که آنچه از گوشت و خون ساخته شده است نمیتواند در پادشاهی خدا حصه داشته باشد، و آنچه فانی است نمیتواند در فنا ناپذیری نصیبی داشته باشد. گوش دهید تا رازی را برای شما فاش سازم. همه ما نخواهیم مرد، بلکه در یک لحظه با یک چشم به هم زدن، به محض آن که صدای شیپور آخر شنیده شود، تغییر خواهیم یافت،
زیرا شیپور به صدا در می آید و مردگان برای زندگی فنا ناپذیر زنده می شوند و ما نیز تغییر خواهیم یافت، زیرا فنا باید با بقا پوشیده شود و مرگ با زندگی ابدی پوشیده گردد. زمانی که فنا با بقا و مرگ با زندگی پوشیده شود، آنچه نوشته شده است تمام خواهد شد که مرگ نابود گشته و پیروزی کامل گردیده است. ای مرگ، پیروزی تو کجاست؟ و ای موت، نیش تو کجا؟ نیش مرگ از گناه زهرآگین می شود و گناه از شریعت قدرت می گیرد. اما خدا را شکر که او به وسیله خداوند ما عیسی مسیح به ما پیروزی بخشیده است. بنابراین ای برادران عزیز، پا بر جا و استوار بمانید. همیشه در کار و خدمت خداوند مشغول باشید، زیرا می دانید که زحمات شما در خدمت او بی